سلام به با بازنگاه خوش آمدید آینده مبهم برگزار انتخابات پارلمانی افغانستان محور بحث شب ماست من امین بابک هستم و ما آقای امام محمد وریماچ رئیس دارالنشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بسیار خوش آمدید آقای وری در نخواست در مورد اعلان نتای... اعلان تاریخ برگزار انتخابات بفرمایید شما چند پیش گفته بودین که به زودی کمیسیون گفته بود که به زودی تاریخ برگزاری انتخابات اعلان میشه چی شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم تورو که شما و تمام هموطنان گرامی ما در جیران قرار دارن کمیسیون مستقل انتخابات در کوچک ساختن حوزه های انتخاباتی را و می شکل استفاده از تکنولوژی و همچنان بودیجی تخمینی که نیاز به در خاطر انتخابات است با حکومت شریک ساخته ولی متاسفانه تا کنون حکومت دیگر سه وقت پیدا نکرده تصمیم خود بگیره و ما منتظر هستیم که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان روی از این موضوع توجه جدی داشته باشه و یعنی تصمیم یعنی شما منتظر تصمیم حکومت هستید بله ما منتظر هستیم چقدر طرح فرستاده البته طرح در حدود بیش از دو ماه میشه فرستاده شده برایشون یعنی در دو ماه حکومت برای شما پاسخ نداده و حکومت روی از این طرح غور بررسی داره و در ضمن فکر میکنه که مش، مشوره داره با احزاب سیاسی و با جامعه مدنی در ها ولی امیدوار هستم که زودترین فرصت روی از این موضوعات تصمیم خود نهایی بسازن و, و کمیسون بتواند کارهای بعدی که در پیش رو دار انجام بده اما نظر به قانون انتخابات افغانستان نهایی کردن طرح ضروری است وسط رئیس جمهوری ببینین از لحاظ اصول و قانون باید در هماهنگی با اکسس کارا از با هماهنگی صورت بگیره و این موضوع اعلان مشخص تاریخ یا زمان برگزاری انتخابات باید است با در هماهنگی با حکومت باشه ما به بس هماهنگی و یا هم حکومت باید چنین کار را بکنه نیاز ما برای هماهنگی داریم باید از حکومت در روی از این موضوعات تصمیم خود داشته باشه و بودجه پیشنهادی را و همچنان موضوع امنیت برای کمیسیون مشخص بسازه یک چیز به خدمت عرض بکنم و ایست که انتخابات در افغانستان یک, نا... یک روند ملی هست یک ماموریت مشترکی هست که ما معمولا قراردادی های انتخابات یا طرف های انتخابات نامیم. که خود کمیسون است حکومت است کاندید است و رای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات از رسانه و همچنان نهادهای مربوط جامعه جهانی که انتخابات افغانستان در بخش بودیجه و همچنان در بخش تکنیکی کمک و یاری می رسانند. اگر در میان تمام شرکای یک هماهنگی درست و کامل نباشه دشوار است که ما بتانیم یک انتخابات خیلی خوب را تدویر بکنیم نیاز است که ما نشست های هماهنگی ما کموت که تابال اما این نشست های هماهنگی بیشتر به معنای وقت کشی هم هست شما میگین که دو ما میشه که طرح برای جمهوری و جمهوری فرسادین جمهوری جمعوری تاکنون تصمیم نگرفته ببینین یک موضوع اجراات کار است که هر کسی در جای خود مسئولیت داره کار انجام بده ولی کمیسیون مستقل انتخابات در نوبت خود وظایف خود انجام داده و حالی نوبت نوبت حکومت است که اقدام بکنه و تصمیم نهایی خود بگیره ولی از طرف دیگه ما با تصمیم نهایی رو باید حکومت بگیره خب بودجه اگر در اختیار کمیسیون قرار نته چتو میتونیم اگر از بود با شما امنیت... باید بپرسین که در دو ماه چرا حکومت تصمیم نگرفته با وجودی که ما... ما در هفتمین سال پارلمان قرار داریم ما پیشنهاد خود کردیم و مکاتب خود فرستادیم و تعقیب هم کردیم و میکنیم ولی ای که حکومت چه مشکل داره ممکن که بیشتر میخواد به اعذاب سیاسی مشوره بکنه با جامعه مدنی مشوره بکنه اونا در چنین موضوعات مصروف هستند بران خواهش ما هم از جامعه جهانی و هم از حکومت همین است که در یه در زودترین فرصت به نتیجه درست برسند و کمیسون در یاری برسانند. آقای وری ما چی به این باور که در سال روان انتخابات برگزار شود؟ با وجودی که یک چند پیش گفته بودین که ممکن نیست انتخابات برگزار ببینید قصد و نیت به خاطر تدویر انتخابات در سال جاری از طرف کمیسون انتخابات از طرف حکومت و همچنان شرکای بین‌المللی بوده اما طرح پیشنهادی در مورد اما طرح پیشنهادی کمیسون در مورد استفاده از تکنولوژی جدید و همچنان موضوعات دیگه را فکر میکنم که زمانگیر شده برای حکومت و همچنان برای جامعه جهانی که باید از یک مقدار دیار سا کمک های تخنیکی و مالی خود داشته باشند این نیت بوده و انوز هم هست اما اما اگر بودجه در اختیار کمیسون قرار نگیره از بود امنیتی برای کمیسون به اطلاع دادن ای است که اطلاع داده نشوه یا این که یک یعنی یک یعنی ضمانت یعنی ده صد چنین چیز موجود نباشه ما فکر نمی که شما قصد نیت وجود داره هم در حکومت هم در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اما این قصد نیت چگونه است که ما حتی در حد قابل ملاحظه پیشرفت نداشتیم در بخش اصلاحات بخش اعلان تقویم انتخابات و موارد دیگر ببینید بحث تقویم انتخابات موضوعی است که بستگی به یک سلسله هماهنگی‌های بزرگتر نیاز است در کنار بودجه باید از وضعیت امنیتی هم باید از مشخص شود ولی موضوعات دیگری که فرض مثال که گویا که کمیسون چه کارهایی را انجام داده تمام طرز العمل‌ها و ها دوباره ارزیابی و بررسی شده های فعلی تقریبا موقت و حتی دائمی روی غور بررسی شدن تمام اسناداشون دوباره مرور شده و کمیسیون انتخابات مرحله اول ارزیابی مراکز رایدهی را شروع کرده و در حدود یک هزار بست به ایلان رفته در سرتاسر افغانستان و مرحله دوم از او انشالله بعد از انتخاب کارمندان و همچنان بعد از ترنینگ اینا فرستاده خود شدن به ساحه در عملا به خاطر ارزیابی مجدد مراکز رای و همچنان به خاطر توازن سازی و از طرف دیگر روی سر تفاهم نامه هایی که باید از با وزارت معارف حج اوقاف تحصیلات عالی و همچنان با وزارت صحت ما به خاطر استفاده در جریان انتخابات از اماکن این هدا تقریبا کارشان ختم است باید از به خاطر امضا کردن قرار هفته فرستاده شوم کمیسیون در سهم خود کارهای خود انجام داده چی در بخش اصلاحات داخلی است و همچنان چی در بخش کارهای بزرگ که او عبارت از تخمین بودجه بوده و همچنان درهای به خاطر استفاده کمیسیون خود انجام داد. اما شما هنوز هم به این باور هستین آقای ماچ که آنچه که در گذشته گفت اینکه ممکن است در سال جاری انتخاب برگزار نشود ببینید اگر در زودترین فرصت اگر میگم در زودترین فرصت بودجه در اختیار کمیسیون قرار داده نشود و از بود امنیت به حساب اطمینان داده نشود به دور به نظر میرسه که ما بتونیم سال انتخابات تدویر بکنیم اما اگر شما تعقیب نکنید فکر نمیکنید که حکومت واقعا چیز در طرح در گروهان خود میگیره و بس تعلیق تعویق انتخابات یکی از چیزهای بسیار نگران کننده است افغانستان کمیسیون در سهم خود وظایف خود انجام داده و از طریق مکاتب رسمی برنامه موضوع تعقیب میشه ولی از طرف دیگه ما نیاز برای یک هماهنگی کلی هم داریم ما گفتم که انتخابات یک روند ملی است یک ماموریت مشترک است همه کارها را نباید از ما و شما از کمیسون توقع داشته باشیم ده اما کمیسون باید از صلاحیت خود خوب استفاده بکنه یک گپ است ما از های خود استفاده کردیم و می کنیم و بنا ان باید شما بسیار هم آهنگیر با حکومت مطرح در حالی که شما نو منتظر تصویب طرح سوی حکومت هستین تا حکومت فشار بیارین تا زودتر یکی موضوع تصویب از یکی از اقدام و همچنان عمل کردن و ای به این که باید از بحث عمده بودجه هست و ما می که بحث اساسی بودجه هست و ما می که زودتر این فرصت بودجه باید در اختیار کمیسیون قرار بگیره بحث بودجه را مطرح کردین بودجه شما تنها ب... منتظر حکومت هستیم و یا هم نهادهای خارجی و نهادهای بین هم با شما وعده کرده در بخش طبق قانون انتخابات حکومت مسئولیت تامین بودجه انتخابات را داره و این حکومت چی از طریق بودجه ملی میتونه یا از نهادهای دیگه بین که کمک میکنن ولی فکر میکنم که بحثا میان حکومت و همچنان کشورهایی که یا نهادهایی که انتخابات افغانستان از بود مالی کمک میکنن بحثا جریان داره و ما خواهش ما همین هست که هم از حکومت و هم از جامعه جهانی در ترین فرصت بحث های خود روی از این به پایین برسانند و بودجه پیشنهادی را در اختیار کمیسیون قرار بدن آقای برای ما چ... یک چی... در در جمع چالش های را که کمیسیون شکایت انتخاباتی تازه چند روز پیش اعلام کرد که شاید انتخابات در سال روان برگزار نشه یکی مسائل مسائل فنی بود شما در حالی که این کمیسیون کار خود انجام داده پس مشکلات فنی را چرا کمیسیون شکایت انتخاباتی مطرح میکنه ببینید من فهم که از دید کمیسیون شکایت انتخاباتی موضوعات فنی چی هست شاید همون مطرح شدن موضوع استفاده از تکنولوژی جدید باشه و در این عرصه فرموده ای کمیسیون شکایت درست است ما هنوز تکنولوژی را خریداری نکردیم در این عرصه ما افراد اشخاص خود ترنینگ ندادیم و هنوز تکنولوژی در اختیار کمیسیون قرار نگرفته بنا این هم یک از چالش های عمده است شما گفتین که مشکلات از طرف کمیسیون رفع شده اما ما چند مورد اشاره می کنم در بخش لس رای دندگان شما چی کار کردین در بخش باطل ساختن کارت تقلبی چی کار کردین در بخش شفافیت انتخابات چی کار کردین چیزهایی که در انتخابات گذشته کلانترین چالش ها بود که انتخابات ها را به بدنامی رو کرد کمیسیون انتخابات طبق تقسیم اوقات داخلی خود به کارهای خود ادامه میده ما در حال حاضر مرحله اول ارزیابی مجدد مراکز رایدهی را آغاز کردیم و همچنان کمیته تکنیکی روی ترتیب لیست رایدهندگان کار میکنه و سر لایحه و طرز عملش کار میکنه بخیر بعد از اینکه مراکز رایدهی دوباره ارزیابی شد و متوازن سازی که صورت بگیره کار کمیسون ترتیب لست رایدهندگان است ما متوازن سازی یعنی چی بفرمایید ما ببینید که متوازن سازی یعنی که دوباره تمام مراکز رایدهی باید ارزیابی شوه و تمام مردم و محل که از باید برشان جای و مکان تورت این شوه که همگی یکسان به شکل مساویانه در او مرکز دسترسی داشته باشند در گذشته ها طور بوده که مراکز رایدهی یک مقدار از محل از مسکونی از مردم دورتر بوده بر بعض مشکل بوده و بعض چالش داشتن و بر بعض ها بسیار نزدیک بوده این توازن در نظر گرفته نشده بوده و در حال حاضر کمیسون در صدد متوازن سازی تمام مراکز رایدهی در سر افغانستان است و بعد از خط این میکار متصل وارد میشه سر ترتیب لست رایدهندگان آقای وریماچ در حدود تقریبا در حدود 9 تا 10 میلیون یا 8 میلیون ما افراد واجد شرایط رای داریم در حالی که بر اساس آمارها در حدود 20 میلیون کارت موجود است آنچه که در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی کلانترین جنجال فرارای انتخابات افغانستان پیش, پیش آورد انتخابات ها را بدنام کرد شما در بخش اینمی گراف بلند کارت های تقلبی کنون چی کار کردیم؟ ببینید ما نمیتونیم همه کارتها را تقلبی بکنیم اینا چیزهایی هستند که در هر سال که فرض مثال کارتها توضیح شده ای رفته به بالا یعنی کسایی که افرادی که فوت کردن دوباره کارتاشون باطل نشده کسایی که فرض مثال کارتهای خود یک بار دو بار گرفتن و گم کردن هم حسابش معلوم نیست با این شکل کسایی که در هر سال به سن 18 رو پر میکنن و مهاجرینی که برمیگردن این به رقم توضیح شده و آمارش بلند رفته با خاطر بین رفت از این یا از این چالش موجود کمیسیون مستقل انتخابات در دو گزینه را داره. یا این که با استفاده از تکنولوژی جدید سیستم تقریبا به شکل بایومتریک یا با نشان انگوش تمام کارت موضوعش مشکلش حل میشه یا این که به تمام کارت های موجود در دسته کسا تمام کارت هایی که در دست موجود است دوباره اعتبار سازی میشه. اعتبار سازی یعنی طوری که اگر قرار باشه ما تکنولوژی را استفاده نبکنیم، باید از تیم تکنیکی میره با محل و کارت های روی دست داشته مردم را دوباره میبینن و روی از واه یک سریال نمبر یا کدام چیز دیگه را در علاقه علاوه میکنن. شما چند مورد اشاره کردین؟ گفتین که کسایی که فوت کرده، کسایی که کارت گرفته، کسایی که کارتشون مفقود شده. اما این هم مطرح که کارت در انتخابات گذشته از کشورهای همسایه با بوجی بوجی ورده. افغانستان شد در بخش دیگه ما تخمین که چقدر کار موجود است بعید از امکان نیست این بخش چون که انتخابات یک پروسه سیاسی است و همچنان و ما هنوز به مو به حساب شایسته و و والایر که باید از در جریان انتخابات یا یک کاندید باید از مراد بکنه ما هنوز به او بردباری بزرگ سیاسی هنوز نرسیدیم و بعید از امکان نیست چون این کارت ها هم از کشورهای منطقه وارد افغانستان شده باشه ولی رای حلمی است که دوباره در صورت استفاده از سیستم سنتی انتخابات تمام کارتها دوباره اعتبار سازی میشه یا برایش دوباره اعتبار داده میشه ما مشوی خاصی که هست که با وقتی که اگر قرار باشه ما از سیستم تکنولوژی استفاده بکنیم سیستم بیومتریک باشه دیگه نیاز برای کارت ما نداریم زیاد خود در مورد تکنولوژی هم نگرانی ها مطرح است شما یک کمیته را تعیین کرده بودین تا بررسی بکنه که تکنولوژی جدید چقدر معصریات داره بر انتخابات افغانستان این کمیته چی کرد؟ تیم آزاد یا سیوم که از طرف حکومت و همچنان جامعه جهانی به شکل آزاد مطالعات ممکن سنجی استفاده از تکنولوژی را در انتخابات پیشری افغانستان به مدت سه هفته در مقر کمیسیون مستقل انتخابات به شکل آزاد انجام داد و راپور نهایی خود به کمیسون تسلیم کرد و کمیسون این راپور را با تحلیل خود ای را با حکومت شریک ساخت که در راپور یا در مطالعه آمده که تقریبا یک مقدار زیادشه که افغانستان ظرفیت استفاده از تکنولوژی را داره اما تیم تکنیکی کمیسون انتخابات به این بار است که ما میتونیم که صد از تکنولوژی استفاده بکنیم ولی تیم مطالعاتی یک مقدار میگه که باید از به شکل سیستماتیک باید پیش رفته شد اما اوزای رفتان آقای بریم زمانی ام. که ما در سیستم کلاسیک با چالش رو میشیم فکر میکنید که ما سیستم تکنولوژی استفاده بکنیم بس عدم اتصال به انترنت برخ از ولایات بس نبود برق مورد دراز بود مدت بودن این پروژه فکر نمی‌کنید که واقعا این همه بحث تکنولوژی هم جز از بهانه از به خاطر به تعقیق ببینید ما دقیق نمی‌فهمم ولیکہ موږ سونو مستقل انتخاباته نظر به تعهد کې به خاطر تدویری انتخاباته شفاف فازات او دلالانه برای همتنانو مو داده و راي کې بديل را کې انتخاب کده او استفاداست ټکنالوژي هست و ټکنالوژي تک خېلې موارد موارد خوبی داره و ما را انتخابات آینده افغانستان هم نه شما به باور که افغانستان, افغانستان زمینه استفاده از تکنولوژی را دا داشته باشه بله مطالعات تکنیکی ما نشان میده که در افغانستان این ظرفیت موجود است که از تکنولوژی استفاده بکنه و تکنولوژی از چیز خیلی پیچیده نیست و معمولا و طراحی که این تکنولوژی صورت گرفته به خاطر افراد بی و کم سواد است آقای وری چیزی که برای مردم افغانستان مهم است است که انتخابات برگزار شود و پارلمان بره به دوره قانونی خود کنون پارلمان دو سال میشه که در مغایرت با قانون کار میکنه پنج سالگی خود چی کرده؟ سال ما کار میکنه تکنولوژی جدید فکر نمیکنید که جز از وقت کشی است که توسط حکمت برای کمیسیون تحمیل شد؟ نه ما به خاطر تدویر یک انتخابات آزاد و شفاف و به خاطر جلوگیری از چالش های گذشته گزینه خیلی خوب از دیدگاه تیم تکنیکی کمیسون عبارت از استفاده از تکنولوژی جدید بود و بناء این تکنولوژی هم مطالعه صورت گرفت و همچنان و هم بررسی صورت گرفت و ما صرف پیشنهاد کردیم و که به خاطر خریداری این تکنولوژی و امیدوار هستیم که حکومت در ساز ترین فرصت تصمیم خود بگیره شما گفتین که تکنولوژی اما تکنولوژی ما از آقای هم چند بار پرسیدم که تطبیق تکنولوژی یک پروژه در مدت است که باید روی از این کار صورت بگیره ما نیازمند به این هستیم که انتخابات برگزار شود و کمیسیون هر چه کار خود انجام بده نهادهای نظارت کننده به با باور هستند که کمیسیون تنها آله دست حکومت شده بس اصلاحات انتخاباتی هم چیزی است که به عنوان یک یک بس مطرح میشه آقای سیاد هم گفت که ما در سه مرحله بس اصلاحات ترسیم کردیم بس میان مد... کوتا مدت میان مدت و دراز مدت تنها گفت ما در بخش کتا مدتش کار کنیم در بخش میان مدت کار میکنیم در مدت هم چیزی است که باید کار روی صورت بگیره فکر نمیکنید که واقعا ما فرصت از دست میدیم کار مؤسس صورت نمیگیره و برگزار انتخابات هم در سال آینده چیز محال خواهد بود و پارلمان به امت کار خود ادامه خواهد داد میبینید کمیسون تق... طبق تقسیم اوقات خود کارهای خود انجام میده و رهبری کمیسون فعالیتاشون جریان داره و از دید ما کاراشون به شکل درست پیش میره و میمانه که موضوع استفاده از تکنولوژی تکنولوژی چیزی نیست که ما چشم پوت هو را بیاریم و بریم به طرف اجرای تکنولوژی تکنولوژی اول مطالعه شد مرحله دومش باید از این تکنولوژی یک بار به شکل امتحانی دیده شوه و, و بعد از مراحل امتحانی و همچنان ارزیابی همه جانبه بعد ما میتونیم که در انتخابات پیشرو از تکنولوژی استفاده اما بس تکنولوژی فکر نمی‌کنید که جزء از عدم بيدل... اراده حکومت در مورد برگزاری انتخابات است بدونی ارزیابی آیتی بدون ارزیابی خود تکنولوژی بدون استفاده تقریبا به شکل نمونه یا به شکل امتحانی ما نمیتونیم بری مستقیم به طرف تکنولوژی کردن انتخابات افغانستان ای که فرض مثال از دیدگاه خودتان میگید که چرا حکومت ایره یک بهانه قرار داده یا چیز دیگه ما هم دقیق دیرسه نمیدانیم ولی ما هم منتظر هستیم که دیرسه تصمیم گرفته شده اما شما از حکومت میتونیم میتونید به طلب اینکه هر چیز زودتر با اقدامات انجام بده بله ما کرات مرات خواستیم از حکومت که زودتر این فرصت روی از این موضوعات مطرح شده یا پیشنهاد شده بگوییم یا که با شریک شده تصمیم خود نهایی بسازن و از زمینه را مساعد بسازن که کمیسیون کارهای بعدی خود انجام بده خب پاسخ حکومت چی بوده برای خب پاسخ مشخص حکومت هنوز ایرایه نکرده ولی مصروف بحثا مشوره با جامعه مدنی و احزاب سیاسی است و همچنین با جامعه جهانی یعنی تنها بهانه حکومت برای شما است که مصروف مشوره با اعضای سیاسی جامعه مدنی است خب حتی هم به شکل رسمی برای ما جواب ندادن ما صرف منتظر هستیم آقای وری ماچ بحث اراده سیاسی در انتخابات افغانستان جزی از پرسش هایی است که همواره مطرح میشه به ارادگی حکومت در بخش برگزاری انتخابات شما دیدین که از, زمان آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون با بهانه با بهانه بحث سه انتخابات یکی از محورهایی است که همواره شما ایرا میپذیرین که به ارادگی سیاسی جز از این بوده که انتخابات پارلمانی به تایق بفته میبینیم در جلسات هماهنگی که ما با حکومت داشتیم و حکومت خیلی خود جدی نشان داده و کارها به شکل جدی پیش رفته ای که بعد چرا تصامیم به شکل جدی گرفتن میشه ما هم د فکر استیم که چرا تصامیم گرفته نمیشه ولی بهتر است که سوالای مشخص مربوط به با حکومت باید از بر حکومت راجی شوه شو و از اینا پرسیده شوه که چرا چنین تصمیمی را اینا نمیگیرن ولی کمیسون هنوز هم منتظر است که باید از و همیشه اما چشم امید مردم به طرف شما شما باید از کمیسیون بنون از حکومت بنون کمیسیون مستقل انتخابات بخواین تو هر زودتر زمینه برگزار انتخابات فرهان بسازد و ترهای شما رو تصویب بکنه ببینید ما بنا نمایندگی یک از بخش کمیسون از حکومت خواهش کردیم و میکنم حالی هم در میکنم از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان خواهش میکنیم تمام طرحهایی که فرستاده شده به خاطر هماهنگی و همچنان همین موضوعی بودجه و همچنان استفاده از تکنولوژی تصاویم نهایی خود بگیرن و امکانات را که کمیسیون مستقل انتخابات ذره در در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار بدن و کمیسیون بتونه کارهای بعدی خود انجام بده صحیح در حد رسانه اما شاید به عنوان مکتوب رسمی از حکومت نخواسته باشه حتما ما مکاتب هم فرستاده شده ده ای تمام موارد با کاتب رد و بدل میشه بین با با حکومت بین با با کمیسون و به شکل رسمی هم خواسته شده به شکل رسانه هم خواسته شده به شکل شفاهی هم خواسته شده حکومت خوش... برای شما پاسخ خوش... 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 نداده ولی ما هنوز تصمیم نهایی از طرف حکومت در این گرفته نشده متاسفانه شما در بخش طرح کوچک سازی یا های انتخاباتی بحث کردین در این مورد بفرمایید جزئیات نظر به قانون انتخابات و همچنان نظر به نیازبندی ها کمیسیون مستقل انتخابات برای دسترسی و همچنان به خاطر از اینکه بتانن یک رابطه خوب ما وکیل و خود باشه و همچنان وکلا و کلایی که در آینده کاندید میشن ساحهشان مشخص باشه و به خاطر تامین ارتباطات و خیلی موضوعات دیگه طرح کوچکسازی حوزه ها را به حکومت پیشنهاد کرده که این در حدود تقریبا 22 ولایت کما سابق اینا تمام ولایت برشان یک حوزه است و بقیه بقیه ولایت هایی که هست که اونا به شکل به حساب از یک کاندید تا پنج کاندید که دارن ببخشید از یک کاندید تا پنج کاندید که ولایت هایی که داره تمام ولایت برشان یک حوزه است و از یک تا شش و هفت تا چند دو حوزه و به این شکل تو بالا میره که بعض ولایت ها به دو حوزه تقریبا تقسیم شده و بعض اولایت ها به سه حوزه و یک ولایت هم به پنج حوزه تقسیم خب شده محصولیت از این حوزه بندی روی شفافیت انتخابات, خب انتخابات چیست؟ همچنان در مورد شفافیت انتخابات هم کمک میکنه که ساحه کاندید جایی که رقابت میکنه مشخص است و همچنان اوراق و دیگر وسایل که ضرورت هست اونا مشخصا به مو جای خاص فرستاده میشه و دیگه به خاطر بیشتر به خاطر تامین ارتباطات مابین وکیل و موکلین که مشخص باشه کی از کدام منطقه یا از کدام جای نمایندگی میکنه به می خاطر این مد نظر گرفته شده یعنی این طرح را شما طرح موفق میدونید این ای طرح نظر به ضرورت و همچنان نظر به قوانین پیش بینی شده در انتخابات انتخابات در قانون انتخابات افغانستان بوده ولی با حکومت شریک ساخته شده ولی هنوز کابینه روی از این موضوع تصمیم نگرفته آنچه که شما مجموع حرفا را مندازین به میدان حکومت بله. و میگن که تمامی شما آماده هستین حکومت است که کار را انجام نمیتبره ترح تصویب ترهای شما اما خواهش مردمی است تقاضای مردمی است که شما باید هر چیز زودتر باید کارهایتون به شکل درست و موثرش انجام بدین چیزی که بیشتر نگرانی را خلق کرده بحث ادم برگذری باز هم تاکید میکنم راه بجز جز از خواهش بجز جز از شما از حکومت تقاضا بکنین که طرحتون را تصویب بکنه و دو ماه میشه میگن که به میدان حکومت از طرحتون به میز راه دیگری هم است راه دیگه یکی باید از تمام سیاسیون افغانستان روی از این موضوع جدی باشن و با حکومت و همچنین با کمیسیون روی داخل مذاکره و صحبت شون و همکاری را که حکومت دیار صداره باید از تعهد بتن و همچنین همکاری را که کمیسیون دیار سا نیاز داره از طرف مردم و سیاسیون افغانستان باید از یک اطمینان خاطر بتن و اگر قرار باشد تمام موضوع رو بگذارن روی گردن کمیسیون انتخابات و حکومت و سیاسیون ما و افراد خیر و همچنان بزرگان قوم در کنارش نشسته باشن و نظاره بکنن و این همون همونطور که گفتیم که انتخابات یک ماموریت مشترک است و به شکل گیر و زمانگیر خواهد بود بنابراین همون که من میگم که انتخابات یک روند ملی و ماموریت مشترک است باید از تمام مردم افغانستان، ملت افغانستان، سیاسیون، جامعه مدنی و همچنان همه ما دست به کار شیم و مشترکان کار بکنه و به نتیجه برسیم و این فرض مثال ای انتقاد کردن و مسئولیت <applause> ببخشید صرف انتقاد کردن و مسئولیت مسئولیت مشترک تنها سرگردن که انداختن یا که صرف به دوش حکومت انداختن این ما را به جایی نمیرسانه و ما را کمک نمی کنن. باید از به صفت یک ملت آگاه به صفت یک شهروند مسئول و همچنان مسئولیت پذیر بهتر است که تمام مردم وارد بحث شوند و در جای خود که مسئولیت هایی را که دارن خاصتا در بخش برگزاری انتخابات شفاف و درست و همه شمول و همچنان در بخش تامین امنیت باید از مردم هم مسئولیت خود به دوش بگیرن اینه میشه که ماموریت مشترک باشه و تمام مسئولیت بگذارن به دوش کمیسون و تنها ده حکومت و خودشان منتظر بشن که در ما مابین کمیسیون و حکومت چی بحثا جریان دارن و, و در در غندی خیر باشن خواهشم از تمام سیاسیون و تمام ما مهمی است که وارد بحث انتخابات وارد بحث ماموریت مشترک شوند و یک راه حل را در درست را باید از ما در پیش بگیریم و, و پیش بریم به مرقم و ما نمیشم که جامعه جهانی هم من حیث یک نظارگر بخش باشه و افغانستان یا کمیسون یا حکومت در چی در بخش تامین بودجه چی در بخش کمک های تکنیکی و مخصوصا در بخش تامین امنیت کمک آنچنانی نبکنن و, و بعد ما ادامه پیدا بکنه بحثا که و صرف یک بازی متهمسازی سازی کی کار کرد و کی نکرد و ما کار کرد و او کار نکرد او کار کرد و کار ما کار نکرد و, ایچ و ایچ چیزا مارا این چیزها ما را به جای نمی رسونه بهتر است بین تمام شرکای انتخابات کمیسیون انتخابات حکومت جامعه مدنی رای دهنده کاندید و همچنان رسانه ها به شمول جامعه جهانی که افغانستان در سر کمک میکنن به امروز روی یک چارچوب همکاری باید از سر از بحث بکنیم و بحث همه شمول بسازیم هر کسی مسئولیت خود در جای خود درک بکنن و بریم به طرف اجرای یک ماموریت مشترک اگر قرار باشه همه مردم در غونډی خیر باشن حکومت این کار را کرد نکد این کار را نکد وقت اخرام تمام گپ بر سر کمیسیون انتخابات برگرده نه کمیسون در جای خود مسئولیت داره درست است کمیسون طبق قانون قانون اساسی افغانستان مسئولیت نظارت و همچنان مدیریت تمام انتخابات ها و موضوعات آرای عمومی را داره اما بخش تامین بودجه تامین امنیت و همچنان رای دادن به شکل یک شهروند مسئول و همچنان همکاری این چیز از کارهایی است که باید از دیگه بخشان بکنن قانون انتخابات شما, رو شما روی ممیدن، ممیدن. روی قانون انتخابات ده. افغانستان تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی را مکلف می که در تدویر انتخابات شفاف و و همچنان درست کمیسیون مستقل انتخابات چی بکنن یاری برسانن و کمک برسانن ولی ما در یه عرصه میبینیم که فرض خیلی نهادا کمک یا یاری همچنانی آنچنانی ندارن بنا باید از کار بکنن و از طرف دیگه موضوع جامعه جهانی جامعه جهانی یک حضور بالقوه نظامی و نه جامعه جهانی هم نیت بر برگزاری انتخابات داره در خب در صحبت هایی که ما داریم میگن که ما آماده کمک همکاری تکنیکی هستیم هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ تکنیکی هر که خواسته باشیم ما همکار هستیم که جامعه جهانی در انتخابات رو گذاشته میکرد در این انتخابات میکنه خب اگر خواسته باشن باید از بکنن در بحث امنیت است ببینید که افغانستان هنوز با کمک در بخش امنیتی داره و نظر به مقررات هایی که حکومت با با ای جامعه جهانی در بخش سکتوری امنیتی داره باید از دقیق پیگیری شون و همکارستان و افغانستان, و افغانستان و کمک واقعی برسان و بکنن و اگر فرض مثال مشکل بودیجه هست باید از بکنن یعنی جامعه جهانی هم شما میگین سطح نگری میکنه در بخش موارد در موارد برگزاری انتخابات البته بودیجه که پیشنهاد شده از طرف حکومت از طرف بودیجه که از طرف کمیسیون با حکومت پیشنهاد شده و از طرف حکومت با جامعه جهانی پیشنهاد شده و این که تا مبل تا, تا, تا کنن تصامیم گرفته نشده این به ای چی معنا است خب دل سردی جامعه جهانی ناشی از چی است اونا دل سرد نیستن اونا بیشتر نمیفهم که هر چیزی که دارن در بحثای خود بسیار گرم هستن و بسیار علاقه من هم هستند. نه در اقدام در کدام اقدام در اقدام عملی از طرف جامعه جهانی اون که شما به عنوان که رئیس دارالنشای کمیسیون دریافتید من نمیفهم ولی حس میکنه بحثایی است که ما بین حکومت و جامعه جهانی باید از فیصله شوه خود شما مسئله امنیت اشاره کردین شما میگین که از تکنولوژی جدید کمیسیون به این باور است که 100 درصد استفاده میتونه اما مسئله امنیت کلانترین سوال از در برابر برگزاری انتخابات اف، افغانستان چالش عمده ایره که افغانستان داره در دا یه آخر بحث گسترش نامنی و گسترش فعالیت های مخالفین مسلح شما به این باور هستین که واقعا در وضعیت موجود بتونید انتخابات برگزار بکنید ببینید امنیت یک چالش عمده ای است که تمام بخش های زندگی هر افغان تهدید میکنه و امنیت بس امنیت مانند یک ستون فقرات در یک جامعه است و باید است که باشه و همچنان تلاش به خاطر تامین امنیت درست اگر ما امنیت درست نداشته و چی انتخابات با سیستم تکنولوژی شوه و چی انتخابات با سیستم سابقه یا به شکل سنتی شوه و چی شود چی نشوه در تمام حالات ما چی هستیم تحت تهدید هستیم ان خواهش ما یا پیشنهاد ما از تمام سیاسیون و همچنان مسئولین و حکومتی و نهادهایی که در یرسه در افغانستان کار میکنن روی اصل موضوع امنیت یک یک مطالعه علمی و و همه را انجام بتن در شرایطی که افغانستان از بود چالش امنیت قرار داره به قیمت را که ما میپردازیم در عدم موجودیت امنیت اگر را ما در امنیت داشته باشیم و چقدر خواهیم پرداخت و یک سلسله گپای دیگه است که باید از روی از این موضوعات مشخصا هم تئوریسن های بخش سکیوریتی و امنیت بشینن و همین نهادهای تحقیقاتی باید از بشینن یک رای طرح را ایجاد بکنن یا برای حکومت یا برای ملت افغانستان ارائه بکنن امنیت چیزی نیست که امروز به خاطر انتخابات امروز امنیت نیست و فردا که انتخابات نباشه امنیت هست امنیت تمام بخش زندگی ما شما را تهدید میکنه و این به یک مطالعه بسیار قوی و جدی اگر طرح شما از طرف حکومت تایید شوا فکر میکنید که با وضعیت را که افغانستان داره شما میبینید که حکومت در بخش تامین امنیت نتوان است ببینید ولایت ولسوالی افغانستان انتخابات بتانید برگزار بکنید ببینید ما طرح خالی را بدون امنیت نخمی نمیخوایم و نخواستیم درست است نیازمندی هایی که طرحهای ما که فرض مثال حمایت میشه از طرف حکومت در زمین اگر بودیجه هم در اختیار کمیسون قرار داده شوه و در کنار از ما امنیت دا... نداشته باشیم خب باز هم انتخابات با چالش شروع بر میره بناان مس هست سر همه صدا می خواهش می که باید از این ماموریت مشترک باید از به شکل مشترک با وجه احسن پیش برده شود که او عبارت از پذیرفتن یا حمایت از طرحهای کمیسون در اختیار دادن بودجه پیشنهادی و همچنین تامین سرتاسری امنیت در تمام افغانستان و به می شکل حمایت واقعی از تمام روند انتخابات که به شکل صادقانه به شکل شهروند مسئولیت پذیر یا به یک شهروند با مسئول باید از بریم به طرف تدویر انتخابات که جامعه جهان هم زمینی روان بوده و هست و خواهد بود چرا ما به تنهایی خود نمیتونیم که همچنین یک روند بزرگ را مدیریت بکنیم یا به یک جایی برسیم و این طور نمیشه که ما یک روند بزرگ ملی را در در, در, در تمام مسئولیت شبادوش یک نهاد بگذاریم و بگوین که فرض چرا کمیسیون مستقل انتخابات امنیت گرفته نمیتونه بفرمایید کمیسیون انتخابات کدام نیروی گارد ویژه اما صرف در مورد رهبری موجود کمیسیون انتخابات هم مطرح است بارها در این میز از سوی نهادهای نظارت کننده مطرح شده که رهبری کمیسیون گذشته به مراتب قوی تر بوده نسبت به کمیسیون موجود ببینید من نمی‌فهمم که رهبری فعلی کدام پروژه را به اتمام رسانیدن که دوستای ما قضاوت میکنن در مورد رهبری جدید خب کارش رهبری جدید رهبری جدید هنوز در در حال در شروعی کار است و فیصله کردن یا ایست ابراز نظر کردن در مورد آخر یک ماموریت که هنوز انجام نپذیرفته و هنوز در شروع کار است من فکر میگم از بود تکنیکی و از بود علمی قابل قبول نیست نه اما ببید. کرد شما را آقای اه، بگذاریم ببید. که این رهبری قوی هست یا ضعیف است بعد از ختم انتخابات بعد از ختم ماموریت معلوم میشه بنا در شروع یک کسر متهم کردن به خاطر ضعف مدیریت یا ضعف کاری از دیدگاه ما نیره نه، نه منطق میپذیره و ایره علم میپذیره یک مشکل یک, یک انتقادی است گویا که رهبری کمیسون در هماهنگی با جامعه مدنی با حکومت با جامعه جهانی کار میکنه و ما میگیم که یک ماموریت ماموریت مشترک است اگر اشتراک در جلسات هماهنگی و همچنان هماهنگ بودن با, با حکومت اگر این را فکر می کنید که ضعف است در حقیقت هرگز ها. ضعف نیست ای بلکه یک نق... اگ... 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 نقطه قوت رهبری جدید است که اینا با هماهنگی با شریک ساختن تمام شرکای انتخابات میفهمن این ماموریت را به شکل درست و به وجه اصلا پیش ببرن و, و این را به نقطه کامیابی برسانند تنها چیزی که به عنوان تفاوت در کار شما مطرح میشه بس تکنولوژی جدید است که در مورد او هم یک سوال مطرح است که آیا تطبیق خواهد شد و یا هم نه آیا تطبیقش موثر خواهد بود و یا هم نه چیزی که شما جدیدا ارائه میکنید برای برگزاری انتخابات شفاف نسبت به کمیسیون گذشته چی ببینید ما به خاطر تدویر انتخابات شفاف ما تکنولوژی را موضوع, موضوع تکنولوژی را ما مطرح کردیم روی تکنولوژی ما کردیم بدون تکنولوژی چی خب به غیر از تکنولوژی قرار باشه ما به با سابقه پیش بریم یا به شکل دائمی که هست اعتبار, دادی اعتبار دادن کارت های موجود رایدهی است که باید از ما بریم و دوباره ساختن لیست لست ها هست و همچنان نظارت خیلی قوی و جدی از بخشی شد بدون استفاده از تکنولوژی که در مورد سوال مطرح هست سنوز هم که تطبیق تدبیق خواهد شد و یا هم نه چقدر مسئولیت خواهد داشت کار را که شما متفاوت نسبت به کمیسیون گذاشتن انجام دادین چی؟ ببینیم هنوز انجام ندادیم ما در حال انجام دادن نه. هستیم در حال در انجام شروع... دادن هستیم که انجام میده ما... انجام میده ما در شروع کار هستیم به می خاطر ما اولین بار از مطرح میکنیم که انتخابات در افغانستان یک ماموریت مشترک است یک تنها وظیفه کمیسیون نیست مخصوصا در رسانه ها در این عرصه بسیار مسئولیت بزرگی را دارند که او عبارت است حفظ بی‌طرفی در تمام گزارش دهی و همچنان تو... متوازن بودن اخبار و راپورها هست و ما جدا خواهش میکنیم که خبرنگارای ما همین بعد از اینکه پیرامون انتخابات گزارش تهیه میکنن اول باید از قانون انتخابات مطالعه بکنن از تمام طرز ها و لایهایی که تصیب میشه آگاهی کامل داشته باشن خود اول در یک روشنایی خیلی خوب کامل قرار بتن و بعد برن به طرف گزارش و همچنان تحت پوشش دادن روندهای انتخابات این موضوعات است فرض مثال اگر قرار باشه خبرنگار ما از قانون انتخابات آگاهی درست نداشته باشه و از طرز عملها از لوایح آگاهی درست نداشته باشه و راپور و اخبار یا گزارش هایی که ترتیب میکنه به یک شکل متوازن نباشه یا بیلانس شدگی نباشه یا مشکلات تکنیکی دیگه را داشته باشه خود بذات خود میبینیم که افکار عامه افغانستان را به یک طرف دیگه بنابراین ما به خاطر تاکید میکنیم که شرکای انتخاباتی ما یعنی که یکی رسانه هاست که باید از خود در روند انتخابات دقیق دخیل بکنه تمام بخشا را مطالعه همه جانبه نباید خودم در یک ملای خود در کامل قرار بده و بعد از او از هان آمر روشن بسازه وقتی که خبرنگار ما خود ذهن خودش روشن نباشه او چطور میتونه که از هان آمر روشن بسازن بنا انتخابات یک روند عملیاتی تکنیکی هست که همه ما شما جزء امی روان هستیم و هر یک ما شما در جای خود مسئولیت خود داریم باید به با واسه احسن باید ما انجام بدیم اگر خبرنگار ما یک مطالعه کافی درست از بخش انتخابات نداشته باشه حتما فهمیدی که ملت به طرف جای دیگه خود برد خب آقای وری در بخش شما در بخش آگاهی و مسائل دیگر هم اشاره کردید چیزی که از خان مردم به نهایت از ناحیه تقلب تخلف و عدم شفافیت در انتخابات های گذشته آسیب پذیر شده آنچه که بر مسئولیت به عنوان مسئولیت کلان شما برمیگرده اعتماد دهی به مردم است اطمینان به مردم است شما در بخش اطمینان دهی به مردم در خصوص عدم برگزاری انتخابات شفاف و عدم افتضاب در انتخابات آینده چی کنید ببینید کمیسون به خاطر جلوگیری از این تقلبات گذاشته فرمولای تقلبی که در جامعه هست و مورد استفاده قرار گرفته به خاطر جلوگیری از همچو کارها مطرح بحث تکنولوژی را مطرح کرده که به سیستم بایومتری یا نشان انگشت در دو مرحله است و بعد به شکل الکترونیکی رای دادن از و به شکل الکترونیک شمارش رای یعنی ما میخوایم اینجا ببینیم شما تکنولوژی رو 100 درصد استفاده میکنید در انتخابات باید از ما بکنیم یا 100 درصد یا 80 درصد یعنی یا 70 درصد یعنی حتما در استفاده شده باید از, از, از تکنولوژی استفاده شوه باید از تکنولوژی استفاده اگر قرار باشه اگر ما نمیخوایم که های گذشته به میشه باز دوباره تکرار شود باید از ما تکنولوژی استفاده بکنیم همین سوالی را پیش روی استفاده تکنولوژی اکنون یعنی 100 درصد استفاده میشه باید اس فیصله کمیسیون است که باید از فیصله کمیسیون است که اس تکنولوژی استفاده شوه ای که فیصد درصد 70 فیصد یا 100 فیصد این موضوعش هنوز باقی است ولی کمیسیون میخواد که از اس تکنولوژی استفاده بکنه این فیصله رهبری کمیسیون است که از اس تکنولوژی استفاده شوه و ای ظرفیت در افغانستان موجود است که باید از اس تکنولوژی استفاده شوه اگر خدا ناخواسته و تمام طرح های کمیسیون به جای نمیرسه ولی رای بدیری که ما داریم رای کمافی سابق است با تغییرات عمده که او عبارت از ترتیب لیست رای دهندگان ده در هر حالتش است که هر کسی که میره در یک جای مراجعه میکنه او هر رای دهنده ده با یک مرکز وصل است بدون از مرکزی که وصل شده دیگه او رای داده نمیدونه بودجه از تکنولوژی جدید هم جزء از بودجه انتخابات دیگه چی است و یا هم است ببینید که در بودجه پیشنهادی بودجه خریداری تکنولوژی شامل است که در, در در انتخابات اول یک مقدار بودجه خب چه تکنولوژی جدید و در کل تمام بودجه عملیاتی به شمول کمیسیون شکایات کمیسیون انتخابات و همچنان بودجه بخش خود تکنولوژی در حدود میان 210 میلیون و 220 میلیون یک چیز هم تخمین زده شده ولی در انتخابات های بعدی با استفاده از تکنولوژی ما یک کاهش چشمگیر در مصارف انتخابات خواهیم داشت که ما را خیلی کمک میکنه از بود بودجه. آقای وری ماج پرسش آخر و جنبندی شما بفرمایید که باز هم من میخوام تاکید بکنم که آیا واقعا اراده سیاسی بر انتخابات مطرح هست؟ ببینید کمیسون در جای خود اراده خود داره و طبق تقسیم اوقات کارایش جریان داره و همچنان آه, حکومت هم در جلساتی که ما داشتیم در جلسات هماهنگی متحد بوده اما ای که اراده واقعی هست یا نیست ای را مدقیق نمیدانم ولی در روی حرفا هست و صحبت ها جریان داره ولی چیزی که بسیار مهم است هماهنگ بودن حکومت، کمیسون، جامعه جهانی و ملت غیر مردم افغانستان است که یک روند بسیار بزرگ ملی و سرنوشت ساد است و مردم افغانستان، سیاسیون و جامعه مدنی، احزاب، رسانه ها و مردم عادی روی از این موضوع بیتفاوت ننشینند تمام مسئولیت ها را به دوش حکومت کمیسیون نگذارن باید از وارد بحث شوند صحبت بکنن این ای ای روند انتخابات یک چیز عادی نیست ای این تعیین سرنوشت سیاسی شما نگرانی... سی... نگرانی از عدم اراده سیاسی دارین و هم نه خب وعده که بر ما سپاریده شده گفته ما انتخابات تدویر میکنیم چیزی هست که بر ما گفته شده که وعده دادن که ما متحد هستیم به خاطر تدویر انتخابات یکی چرا تصمیم زودترین فرصت گرفته نمیشه این سوال هست که با... این سوال هست که باید از حکومت خودش خب زمان حکومت برای شما وعده داده شما هم وعده میتین که تقویم تقویم احتمالی انتخابات اعلام میکنید رهبری کمیسون در هفته پیشرو قرار از یک تصمیم به دیرسه داشته باشه و در زودترین فرصت با ملت یعنی در هفته آینده شا... شما در مورد تقویم در... تصمیم در هفته پیشرو کمیسون قرار از یک تصمیم به دیرسه بگیره ولی خواهش ما باز هم همین هست که باید از تمام نهادهای دخیل در انتخابات هماهنگ باشن و و کار بکنن و این ماموریت مشترک به جای اصلی خود برسانن بسیار تشکر آقای وری ماچ از حضورتون در برنامه بازنگاه امشب تشکر از شما و شما تشکر بیندار عزیز تا برنامه بعد خدا نگهدار